سلام، به کلاس درس خوش اومدین. خب، در دو ویدئوی قبل ما اول از همه دیدیم که اگر یک جریانی در یک سیم جاری باشه، ناشی از این جریان در اطراف این سیم، در حقیقت در صفحه عمود بر این جریان، یک میدان مغناطیسی ایجاد میشه. یعنی من اگر از روبرو دقیقا نگاه بکنم، اینجا یک میدان مغناطیسی به سمت داخل و اینجا یک میدان مغناطیسی به سمت خارج از صفحه ایجاد میشه که داره روی یک دایره اینجا عمود بر این صفحه جریان حرکت میکنه. و باز جلسه قبل دیدیم که اگر من یک پیچه داشته باشم، یعنی یک سیم این شکلی که در اون جریان برقرار هست، در این صورت در مرکز اون یک میدانی در این راستا وجود داره و اندازه اون رو هم به دست آورد. این جلسه میخوایم یک شکل جالب دیگر رو از سیم حامل جریان تحلیل بکنیم. خب، و ممکن از من بپرسید اصلا ما چرا اینقدر داریم شکل میسازیم و بازی میکنیم با انواع اقسام سیما؟ مسئله که وجود داره اینه که ما خیلی راحت میتونیم جریان تولید بکنیم و با جریان خیلی راحت میتونیم بازی بکنیم و اونو کم و زیاد بکنیم. و خب کم و زیاد کردن این جریان این میدان رو کم و زیاد میکنه، درسته؟ چون میدان برابر بود با مو صفر n تقسیم بر 2 n تعداد دورها بود ضرب در آی آروم دیگه، درسته؟ پس من اگر جریان رو کم بکنم میدان کم میشه، جریان رو زیاد بکنم میدان زیاد میشه و از طریق این میدان من میتونم نیرو تولید بکنم. بنابراین مثلا من میتونم ترمز مغناطیسی داشته باشم، یعنی ترمز من یک جوری جریان رو کم بکنه یا جریان رو زیاد بکنه و اون جریان میدان مغناطیسی رو زیاد بکنه و اون میدان مغناطیسی مقاومت ایجاد بکنه، یعنی نیروی ایجاد بکنه که باعث متوقف شدن ماشین بشه. خب اینها کاربردهایی از میدان مغناطیسی است. حالا میریم سراغ اون شکل دوست داشتنی دیگه‌ای که ما می‌خواستیم این جلسه تحلیل بکنیم که یک همچین شکلی است. یعنی شما فرض بکنید من یک جریانی، یعنی یک سیمی دارم این شکلی که مثلا حالا اینجا هم تموم میشه و از این سیم یک جریانی داره عبور میکنه، یعنی میاد اینجا وارد میشه، میره پایین، از این ور میاد بالا، دوباره از این ور میره پایین، از این ور میاد بالا تا این آخر که از این ور میاد پایین، از این ور میره بالا از پشت و میاد و خارج میشه. خب به یک همچین شکلی که یک حالت لوله داره ولی این لوله از سیم تشکیل شده، من میگم سیم لوله. خب این لغت فارسی خیلی قشنگی هست که ما برای این شکل داریم. خب اول از همه بیایید ما حساب بکنیم و ببینیم که جریان، ببخشید، میدان مغناطیسی اطراف این سیم لوله چه شکلی داره. خب برای این کار بیایید تقریبا فرض بکنیم که سیم لوله ما یک همچین شکلیه. خب یعنی یک پیچه است اینجا و یک پیچه دیگه اینجا موازی با اون پیچه است و یک پیچه دیگه اینجا موازی با اون پیچه است و همینجوری ما فرض کنید کلی پیچه داریم که داره یک جریان ازشون عبور میکنه. خب این خیلی شبیه سیم لوله منه، یعنی من میتونم این تیکه رو یک پیچه فرض کنم، این تیکه رو یک پیچه دیگه و اگر اینها به اندازه کافی به هم نزدیک باشن، فرض درستی من کردم. خب حالا من میدونم که داخل این پیچه میدان مغناطیسی در چه جهتی است. با استفاده از قانون دست راست این پیچه درست مثل این پیچه است. اگر من شستم رو در راستای جریان قرار بدم هر نقطه از این پیچه ها، میبینم که میدان مغناطیسی عمود بر صفحه پیچه به این سمت هست و برای همه پیچه ها به همین شکل خواهد بود. بنابراین در داخل این سیم لوله من اتفاقی که میفته اینه که یک میدان مغناطیسی در این راستا برقرار میشه در همه نقاطش. البته در همه نقاط برابر نیست، ولی میتونیم با یک تقریب خوبی اگر شعاع کوچک باشه فرض کنیم برابره، یعنی یک میدانی در این راستا خواهیم داشت. خب خیلی هم خوب. اما برای پیدا کردن جریان، میدان ناشی از این جریان خارج از این سیم لوله، من میخوام یک کم از تجسم سه‌بعدی شما کمک بگیرم. ببینید سیم لوله رو اگر ما الان واقعیتش رو بخوایم نگاه بکنیم از روبرو، یک همچین شکلی هست. خب یعنی اینجا الان یک جریانی داره خارج میشه از صفحه، میره پایین به صورت دایره، میره این بر، دوباره میاد پایین، خارج میشه میره این بر، دوباره اینجا، اینها نقطه هستن و اینها ضرب در و این همین جوری
ادامه داره. یعنی سیم لوله واقعیتش یک همچین شکله، یعنی این سیم میاد اینجا میره بالا پشت میاد میره میاد، درسته؟ بنابراین من میتونم سیم لوله رو اینجوری نشونش بدم همیشه، یعنی مجموعه سیم هایی که اینجا دارن میان به سمت بیرون صفحه، اینجا دارن میرن به سمت داخل صفحه. حالا من میخوام از یک شکل کمک بگیرم که این شکل خیلی واضح تر از من هست نقاشیش و بنابراین کار شما رو راحت میکنه. این همون شکل هست و این دقیقا یک سیم لوله رو نشون میده. من این شکل رو از سایت ویکی‌پدیا برداشتم برای شما و میبینید که در مرکز سیم لوله میدان مغناطیسی دقیقا در همون جهتی است که ما محاسبه کردیم. الان اینجا سیم لوله داره اینجوری جریان میاد، از اینجا خارج میشه میره اینجا، دوباره میاد و از اینجا خارج میشه میره اینجا و و و و برای بیرون سیم لوله من دوباره میتونم از قانون دست راست استفاده کنم. مثلا این نقطه رو در نظر بگیرید. خب ناشی از این سیمی که اینجا هست، یعنی این سیم در اینجا جریان در چه راستایی هست؟ شما اگر شستتون رو در این جهت بگیرید، یعنی جهت از سمت صفحه تلویزیون یا کامپیوتر به سمت خودتون، میبینید که دست‌های شما دارن به سمت چپ انگشت‌های دیگه‌تون میچرخن و بنابراین میدان اینجا در این جهت هست و ناشی از این هم همین اتفاق میفته. یعنی اگر شستتون رو به سمت داخل صفحه بگیرید و بخشید، ناشی از این اتفاق نمیفته. یعنی دقیقا اتفاق برعکس میفته و در این سمت میشه ناشی از این سیم اینجا میدان مغناطیسی ناشی از اون. اما چون این بالایی ها نزدیکتر هستن به این نقطه، زور اینها بیشتر هست و میدان مغناطیسی برایند در این راستا خواهد، یعنی این شکلی میشه. به همین ترتیب این پایین چون زور این پایینی ها بیشتر هست، میدان مغناطیسی برایان در این راستا خواهد بود. دقت بکنید که اینها، یعنی این سیم ردیف بالا در این نقطه میدانی در این راستا ایجاد میکنند. با قانون دست راست همین الان خودتون میتونید ببینید و این ردیف پایین در این نقطه میدانی در این راستا ایجاد میکنه. چون اینا نزدیکترند برایندش بزرگتر میشه و به این راستا خواهد. و همه این نقاط رو شما میتونید همینجوری حساب بکنید که جهت میدان به چه شکلی. اما خیلی هم نباید حساس باشید به این محاسبه، این صرفا یک تمرین فکری خواهد بود براتون، چون ما سیم لوله هایی که در جهان علم باهاشون کار میکنیم همیشه فرض میکنیم که خیلی طولشون زیاده و بنابراین این میدان وسطشون همیشه این شکلیه و میدان بالاشون هم تا حد خوبی این شکلی هست در نزدیکی هاشون. خب یعنی میدان داخل به این سمت، میدان خارج به این سمت هست برای سیم لوله‌ای که در این جهت جریان درش وجود داره. اگر جریان برعکس بشه همه این جهت ها هم برعکس میشه. خب پس این شد داستان سیم لوله من، یعنی یک پدیده‌ای که میدان مغناطیسی میتونه برای من تولید بکنه. اما این میدان اندازش چقدر هست؟ خب این رو دوباره ما مثل همه فرمول‌هایی که تا حالا کشف کردیم میتونیم آزمایش بکنیم و البته میتونیم از فرمول این بالا هم، این پیچه هم که حساب کردیم استفاده بکنیم، اما من نمیخوام از اون الان استفاده بکنم براتون و فقط میخوام فرمول نهایی رو بهتون بگم و بعد روی این فرمول براتون بحث بکنم و علت اون رو براتون تشریح بکنم که این فرمول میگه مو صفر ضرب در تعداد دورهای سیم لوله تقسیم بر طول سیم لوله ضرب در جریان میدان ناشی از سیم لوله در مرکز سیم لوله است، یعنی در داخل سیم لوله. خب در حقیقت چگالی سیم های سیم لوله برای من خیلی مهمه. یعنی من اگر یک سیم لوله این شکلی داشته باشم با سه دور و یا یک سیم لوله این شکلی با سه دور، این دوتا میدانی که در مرکزشون ایجاد میشه با هم متفاوته و این خیلی هم فکر کنم به صورت شهودی واضحه، برای اینکه اینها مرکزشون کوچیک‌تره ولی چون نزدیک همان میتونن میدان همدیگر رو تقویت بکنن، نیروی که همدیگه میدانی که هر کدوم ایجاد میکنن، اما اینها خیلی دورن و میدان کوچیک‌تری ایجاد خواهند کرد. بنابراین چگالی سیم ها است که برای من مهم هست، چگالی دور سیم ها تقسیم بر طول سیم لوله و جریان هم هر چقدر بیشتر بشه میدان وسط سیم لوله بیشتر میشه و خب این هم که یک ثابت هست به نام مو صفر. حالا اگر من بیام و به جای هوا وسط این سیم لوله مثلا یک
آهن بذارم، اتفاقی که میفته اینه که این میدان ضرب در یک بمب سیاه، من نمیتونم بنویسم، میوی آری میشه که این ثابت بستگی به جنس داره و هر چقدر این ثابت بیشتر باشه، یعنی اون جنس بیشتر میتونه در خودش خاصیت آهن رو با ایجاد بکنه و این میدان رو تقویت بکنه. سیملوله های بدون هسته عملا کاربردی برای ما ندارن، چون میدان خیلی خیلی کوچولویی تولید میکنن، ولی اگر در لحظه ای که من بیام اینجا آهن قرار بدم، این میدان خیلی بزرگ میشه و این آهن من اینجا درش یک میدان مغناطیسی ایجاد میشه و من میدونم که اینجا در این صورت قطب شمال تشکیل میشه و اینجا قطب جنوب، چون میدان مغناطیسی همیشه جهتش از قطب جنوب هست به سمت قطب شمال و خب جهت میدان هم که حساب کردم چه شکلی هست و این سیملوله من در حقیقت تبدیل میشه به یک آهن ربا اگر من آهن بذارم این وسط. حالا من میتونم این آهن ربا رو کم یا زیاد بکنم. چجوری؟ اگر من این جریانی که از سیملوله میگذره رو قطع بکنم، اینجا آهن ربا داریم؟ نه، چون اگر جریان صفر باشه دیگه میدانی وجود نداره. و اگر جریان رو زیاد بکنم، این آهن ربا همینجوری قوی و قوی تر میشه. پس این یک روش خیلی خوب برای تولید آهن رباست. حالا من به شما یک پیشنهاد میدم، شما برید و یک مثلا میخ بردارید، این میخ، حالا هر چقدر هم یه میخ ساده، و بعد بیایید دور این میخ سادهتون یه سیم بپیچید. همه این کارها رو تو خونه هم میتونید حتی بکنید و بعد دو سر این سیم رو وصل بکنید به یک باتری مثلا قلمی 1.5 ولتی یا 3 ولتی یا هر چی بیشتر بهتر، خیلی هم نه 12 دیگه کافیه چون برق میگیرتون، و بعد ببینید که این میخی که این وسط وجود داره، اگر من بهش یک سوزن تگرد مثلا نزدیک بکنم، اونو جذب میکنه، چون این میخ من به همین دلیلی که این بالا توضیح دادم آهن ربا شده و آهن ربا میتونه آهن رو جذب بکنه. پس سیمگوله یک روش خیلی خوب برای ساختن آهن ربا است و من پیشنهاد میکنم این آزمایش رو حتما یک بار یک جای آزمایشگاه خونه یه جای انجام بدید. مطمئن باشید از دیدن نتایج عملی علم فیزیک لذت میبرید. در ویدیوی بعد میبینمتون. خداحافظ.